از میان ده ها جوان دیگر، رؤوف یکی از آنان است که میخواهد به اروپا برود. میگوید تا هنوز با ده ها قاچاقبر در کابل دیده است و همین اکنون هم در انتظار یکی از این قاچاقبران بوده است. رؤوف برایم از پر رونق بودن کار قاچاقبران میگوید و اینکه هیچ کس جلو کار قاچاقبران انسان را نمیگیرد. قاچاقبر و کمیشن کار بسیار زیاد است. اونه باز کسش اعتباری است کار میکنه و کسش است که هم پول یک شخص میگیرن وقتش ضایع میکنن و هم کارش کرده نمیتونن. او به آدم بسیار جگرخون میکنه. رؤوف پیش از این نیز که میخواست به اروپا برود از ایران بازگشت داده شده است. میگوید که بیهوده پولهایش به جیب قاچاقبران رفتند. دیپورت شدیم تقریبا $3,000 ما رفته. اکنون رؤوف همگام با ده ها جوان دیگر بر رویای رسیدن به اروپا سفر بناکجا آبادها را در پیش گرفته است. سرای شهزاده و مکانهای دیگر در پایتخت جاهایی هستند که گفته می شود پولهای کسانی که می خواهند به اروپا بروند در اینجا گرد آوری می شوند و ماهانه صدها هزار دلار از کشور در این راه بیرون کشیده می شود. یک طرفی که ما نیروی کار خود از دست میتیم و دیگه ای که جوانای خود با بیرون شدن جوانا خامخا مقدار دلار امرایشون بیرون میشه. اما به هر سوی این سرایی که ببینی با این آگاهی روبرو میشوی. به تمامی صرافان دستور داده شده است که با قاچاقبران انسان نباید کمک کنند. اما آیا براستی هنوز هم قاچاقبران در اینجا جای برای نگه داشتن پولهای کسانی که میخواهند به اروپا بروند دارند؟ یو تعداد خلق په غیر رسمی ډول باندې یا په پټ ډول باندې دا کار وکړي، ولې موږ د دې مخالف یو او موږ د هغوی کشف کو یا راته معلوم سي، موږ یې امنیتي ارګانونو ته معرفي کوو. اما نهادهای امنیتی چرا به این اندازه دست قاچاقبران انسان را باز ماندند و چرا روز تا روز کار قاچاقبری در پایتخت پر رونق می شود؟ موارد زیاده که افراد و گروپ ها در قاچاق انسان دخیل بودن توسط پلیس افغانستان بازداشت شده. حتی گروه هایی که افغان ها را به هر نام یا به نام های مختلف و بهانه های مختلف غیر قانونی از افغانستان بیرون میکردن به کشورهای همسایه یا کشورهای دیگه، اینا مورد پیگرد قرار گرفتن. آنچه که صرافان درباره بلند رفتن ارزش دلار در برابر افغانی میگویند به گونه مستقیم به بیرون کشیدن پول از افغانستان از سوی قاچاقبران پیوند میدهند. اتحادیه صرافان به این باور است که از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا اکنون کم از کم $2 میلیارد از این رهگذر از افغانستان بیرون کشیده شده است. دیده شود که برنامه اثرگذار نهادهای امنیتی برای کوتاه ساختن دست قاچاقبران که آزادانه فعالیت دارند چه خواهد بود؟